خانم ها، آقایان، با سلام عرض ادب دارم. درباره زنان جسور، خیور و با کمال ایران در کتاب زن، شعر و اندیشه می‌خوانیم: اگرچه اینک زمانی دیگر در تاریخ انسان و تاریخ مؤنث در پیش است و پدیدایی گروه گروه بانوان اندیشه‌گر در زمینه ادب و فرهنگ جهانی به ویژه در شرق و بیش از آن در سرزمین ایران به ما این نوید را می دهد که زن به زودی جای راستین خیش را در کنار مرد در ادبیات و شعر باز خواهد یافته و دیگر به نام جنس دوم سخن نخواهد سرود و در کنار مردی همسان و همپا و هماندیش از آنچه بر او می گذرد خواهد گفت و تنها همان اثرات فیزیکی خواهد بود که جهان زن و مرد را تا اندازه ای از یک دیگر جدا می کند و سبب می شود تا هر یک از دریچه ای به جهان و به زندگی و نمایه های آن بنگرند. و آیا پوران فرخزاد در انتظار آن روز طلایی موعود که در بالا نام برده شد نشسته است که این چنین خود را از پهنه شعر و شاعری چه در کتاب و چه در جراید دور نگاه می دارد و تنها نوشته ها و ترجمه هایش را به دست چاپ می دهد؟ آیا برای زن شرقی هنوز مجال سخن را زود می داند که این گونه می سراید؟ از جمع زنان شرقی خاموشم، دیریست که در سکوت جوشا جوشم. چون مرغک بال بسته ای در قفسی، یک باغ سخن دارم و لب خاموشم. ولی باز امید را از دست نمی دهد و در انتظار زنی است که از باغ ارم می آید و یا مسیحایی از سفری دور و دراز. اینک زنی از سپید دم می آید، در چشمه خور به فر جم می آید، در برکه نور شستشو کرده به ناز خورشید وشی که از ارم می آید. هشدار که این زمان زمان گذر است، بر چرخی چرخ چهره انسان دگر است. دانم که مسیحای دگر می آید، دیریست مسافری به راه سفر است. شعرهایی بودش که از پوران فرخزاد، خواهر فریدون و توران فرخزاد، فروغ فرخزاد، معذرت بخوام، توران و پوران هر دو یک، که این شعرها رو گفته بود. ولی اما چرا این شعرها رو براتون انتخاب کردم و در آغاز برنامه خواستم بگم؟ برای اینکه راجع به زنان غیور میخوایم صحبت بکنیم، راجع به زنانی که پا به پای مردها جلو دارن میرن و کار دارن میکنن در صحنه اجتماع و جهان دهکده مانند امروز، جاهای بزرگ و مشخصی رو برای خودشون انتخاب کردن، اما با وجود این میبینیم که زنانی هستند که زیر ظلم و ستم مرد هنوز گرفتارند و درگیر مسائل قانونی خرافاتی و عقیدتی مدفون. اگه نظرتون باشه، چند ماه پیش در اینجا گفتگویی داشتم با یک بانوی بسیار بسیار فرهیخته، یک زن بسیار خوب ایرانی که واقعا ارادت پیدا کردم بهش و به قدری گفتگوی من با این بانو مورد توجه شما قرار گرفت که مرتب باش در تماس بودم و ازش خواهش میکردم هر وقت به لس آنجلس میاد در خدمتش باشیم. اگر درست یادتون نیست، بانویی که این کتاب رو نوشته بود، Marriage in Street Corners of Tehran، و این خانم هیچ کسی نیست جز نادیا شهرام. سلام نادیا شهرام، وکیل دعاوی. خیلی اون دفعه وقتی که صحبت کردی، مسائلی رو که صحبت میکردی مورد توجه قرار گرفت. خودت چه فیدبکی داشتی؟ من با کمال خوشبختی خیلی سورپرایز شدم که اینقدر این برنامه شما تماشاچی داره و نه فقط تماشاچی در داخل آمریکا، بلکه از خارج از آمریکا، از ایران، از کانادا، از آلمان، از خیلی کشورهای دیگه، و
نه از پایتخت ها، حتی از شهرهای کوچیک به من زنگ زدن و پیغام روی ماشین دفتر من گذاشتن و همش گفتن که ما میخوایم این برنامه رو دوباره بشنویم و میخوایم بیشترم یعنی فارسی بشنویم. و من خیلی خوشبختم که تو این برنامه صحبت کردم برای بار اول و بازم اینجا هستم، چون میبینم که این پیغام این کتاب Marriage on the Street Corners of Tehran واقعا مرسی که به سراسر دنیا رسیده و من باید به شما تبریک بگم. مرسی بانو جان. نه اتفاقا همینه، من خودم هم از حتی استرالیا تلفن داشتم که برنامه من دیده بودن. حالا استرالیا چرا؟ حتما از طریق اینترنت دیده بودن، برای اینکه من فکر نمی‌کنم تصویر ما از طریق ماهواره به استرالیا میره. ولی جالب‌تر اینه که در تمام آمریکای جنوبی من از قسمت‌های مختلف، حتی از آرژانتین، من کسی رو داشتم که به من تلفن کرده بودش و محصولاتم رو سفارش دادش به دلیلی که در توی برنامه دیده بود. و البته در مورد برنامه شما، یکی از برنامه‌هایی بودش که خیلی خیلی من نظریه می‌خواستن از من صحبت می‌کردن و من گفتم من هیچ کارم، حتی کتابتون رو از من می‌خواستن که بهشون می‌گفتم اینجا می‌تونم برم به شرکت کتاب رو بگیرن و یا از طریق آدرسایی که داده بودیم. در هر حال خوشحالم که کار مورد توجه قرار گرفت. اما خودتو از این فیدبکی که بهت شد از طریق تلفن ها و کسانی که باهاشون صحبت کردی، چه چیزای تازه‌ای رو بهت رسید؟ چه چیزای تازه‌ای رو یاد گرفتی و فکر کردی که اون چیزایی است که در این کتاب نبوده و این برنامه و این مصاحبه باعث شدش که با تماس بگیرن؟ بله، یکی از چیزایی که من فهمیدم چقدر خانم های ایرانی قصه هایی که دارن و توی تلفن یا به من گفتن یا که توی حتی ماشین دفتر من گذاشته بودن، قصه هاشون خیلی شبیه همین قصه هاست و حتی سنای مادرای من و سنای 60-70 ساله به من زنگ زدن و گریه کردن و گفتن که ما همین اتفاقات برامون افتاده و چقدر استقبال کردن، خوشحال شدن که یه نفر اینا رو نوشته. یعنی احساس راحتی میکنن، احساس میکنن یه نفر اینا رو ضبط کرده و من الان خیلی احساس بهتری میکنم که احساس میکنم نزدیکتر شدم به خانم های قوی ایرانی، مخصوصا همسن و سالای مادرم، و واقعا من خوشحال هستم. و اینو باید بگم که خیلی خیلی به خاطر برنامه شماست و اگه شما میخواین بدون تعارف میگم، اگه شما میخواین تقاضای ریز بکنین برای حقوقتون، اینجا بهترین وقته، به خاطر اینکه میبینین که تماشاچی خیلی دارین سراسر دنیا و اینم داکومنتد شده و اگرم تستیفاید بخواین من حاضرم تو کورت تستیفاید بدم و همین به نفع خیلی شد. مرسی عزیزم، خیلی خیلی از این صمیمیت تو. اولا یه چیزی بگم، در گفتگویی که ما با هم داشتیم من ایمیل های فراوانی گرفتم که همه در تایید حرفای شما بود. فقط یه خانومی بود از آلمان بود یا نمیدونم سوئد بوده، نوشته بودش که شما چرا با این خانومی که فارسی اینقدر خوب صحبت نمی کرد صحبت کردی؟ بله؟ یعنی چی؟ یه خانومی که اینقدر کمال داره، ایرانیه، رفته دنبال کارهای ایرانی ها، حالا اگر فارسیش اونقدر قوی نیستش که نتونه لفظ قلم مثل شما حرف بزنه اشکال داره؟ ببخشید، پخته خندش میگیره. ببخشید، من میدونین من چون از خیلی سن بچگی اینجا بودم و همه تحصیلاتم هم به انگلیسی بوده و ولی بازم سعی میکنم که فارسیم بهتر بشه و قول میدم فارسیم بهتر بشه. الان بهتر شده فکر میکنم از این دفعه. دیگه حالا فرق نمیکنه دیگه، تو زندگیت کردی، شوهرت کردی، بچه‌هات داری، همین یعنی چی زندگی تو کردی؟ من خیلی زندگی دارم بکنم، نه یعنی ادامه داره. نه منظورم اینه که اگر یه چیز بهتری بشه بخوای به عنوان یه پوان دیگه اضافه بکنی فرق نمیکنه. هر روز اضافه میکنیم پوان. آره. حالا اونم اضافه میکنه. آره باشه، اون دفعه یادت با هم دیگه راجع به سیغه صحبت کردیم، چقدر شوخی. دون اس می اگین. نه همت کن تو اسکیو، ولی چقدر شوخی ما رو جواب گفتن. ببین، به موضوعی برخورد کردی که توی کتابتون نبود،
وقت دلت میخواستش که اون موضوع رو خلال از اینکه کتابو بنویسی میدونستی؟ بله. در این صحبت‌ها؟ بله. میتونی بگی بله. چی بود؟ چند تا قصه جدید یاد گرفتم، ولی منتظر بمونیم برای کتاب بعدی. به کتاب بعدی هم می‌خوای بنویسی؟ شاید که بنویسم. من خیلی از کسانی که با من تماس گرفتن گفتن که میخوان که قهرمان بیاد آمریکا، میگن قهرمانو تو ایران نگه ندار، بیاد آمریکا. So you never know. واو. Cool. باشه، من زیاد ازت اصرار نمی کنم که بگم، ولی این کتاب الان چند به چاپ دوم رسیدیم؟ بله، این کتابی که البته رو میز من هست و شما مال چاپ اولیم، ولی ما چاپ دوم رو شروع کردیم و کاورش هم گلاسی تر کردیم، چون خیلی گفتن که میخوان که کاورش رو خیلی خیلی خوب نگه دارن و we are doing fine. من خیلی خوشحالم، من خیلی خوشحالم، ولی باز هم راجع به همین مقوله بخوام صحبت بکنم و ماجرایی که هفته جلسه گذشته تعداد تلفن ها به تو انقدر بود که دفترت منشیتون مثل این که خیلی کلافه شده. بله، من متاسفانه منشی من، کارمنده من توی لافرم فارسی که فارسی زبون نیستن. آها. و اینقدر تلفن شده بود و تلفن با پیغام های خیلی بلند قصه بگن از این ور اون ور و اینا رو من گفتم از اینجا، چون من یک هفته اینجا بودم بعد از اینکه برگشتم به شهرم بافالو نیویورک، گفتم اینا رو حفظ بکنن و طوری شده بود که دفتر من کار روزانه به اشتباه برخورده بود به خاطری که تلفن خیلی زیاد میشد و میخواستم از تماشاچی های خیلی خیلی هم قدردانی بکنم، ولی خیلی خواهش بکنم که تلفن به دفتر من نزنن. من ترجیح میدم اگه با ایمیل من تماس بگیرن، من قول زنانه میدم که جواب ایمیل ها رو بدم. ببینید دیگه، به همین علت هم فقط ما ایمیلتون رو پخش میکنیم. مرسی. و شماره تلفنتون رو نمیذاریم. و هیچقدر زیبا گفتی قول زنانه. مگه قول دیگر هم داریم؟ نه، از این قول زنانه، برای اینکه من خیلی قرصتر از یه قول مردانه میدونمش. You're smart. نه، متاسفم که اینطوره، ولی رو تجربه شخصیم، تجربه شخصیمه، ایراد به میخواید بگیریدم بگیرید، ولی تجربه شخصی من اینجوریه. خب میخواید بنویسم؟ تو چی؟ قصتون رو بگین بنویسم؟ نه، من خودم دارم مینویسم. نادیا، اینقدر ما با هم دوست شدیم که الان بچه ها سارو داشتش میکروفونا رو میبست، من با شوخی میکردم، نادیا گفت اگر ازش ناراضی هستی من وکیلم و میتونم. من یه آرزو دارم در زندگیم، آرزو که نمیشه، حتما نمیشه، این که هیچ کسی به دکتر احتیاج نداشته باشه و هیچ کسی به وکیل دعاوی احتیاج نداشته باشه. آره، نه ببینید، چه بهتر جامعه ای باشه که آدم به وکیل احتیاج نداشته باشه. من هول هارتدلی قبول میکنم و باهاتون موافق هستم. من در پرکتیسی که میکنم آی پرکتیس ماتریمونیال میدییشن، یعنی زن و شوهر برای طلاق میان تو دفتر من و من سعی میکنم با میانجیگری این طلاق رو انجام بدم و ساکسس ریت من 99.9% به خاطر اینکه آدما اون لحظه که خیلی عصبانی هستن اجازه نمیدن که از عقلشون و قلبشون کمک بگیرن که بخوان حل بکنن مشکلاتشون، مخصوصا اون لحظه مشکلاتی که قانونی میشه و متاسفانه با خشمشون جلو میرن و اجازه میدن که خشمشون اینا رو رهبری بکنه و همینه که وکلا ثروتمند میشن اینجا، چون از خشم زن و شوهر رو پول در میارن و اگه میخواین که پولتون تو جیبتون بمونه بهتره که برین برای ماتریمونیال میدییشن ورسس برین دو تا وکیل استخدام کنین برین تو دادگاه. خانم نادیا شهرام، بهتون تبریک میگم. فارسی رو که الان شما صحبت کردید از خیلی از گوینده های رادیو تلویزیونی ما فارسی تر بودش. مرسی. و کلمه خارجی توش نداشتید. مرسی. من خیلی یاری میشناسم که اصلا نمیتونن یه همچین جملاتی رو به همین سلیسی بگن، همش هم فارسی بگن. مرسی. باور بفرمایید. پس اگر اجازه بدید من میخوام خدمت تماشاگران یه چیزی عرض بکنم و بعد بریم به آگهی ها و برگردیم.
در بخش‌های بعدی برنامه با خانم نادیا شهرام راجع به مقوله‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم که بسیار بسیار خشنه و بسیار بسیار دردآوره. وقتی که راجبش شاید هم احساس کردید که من یه خورده دارم زیادی شلوغ میکنم تو این قسمت، میخواستم یه خورده زهر قسمت‌های دوم و سوم و چهارم برنامه‌ام رو بگیرم، برای اینکه فیلمی رو که بعد از آگهی‌ها میایم و براتون نشون میدم، دیشب من خودم که دیدم کلافه شدم. این فیلمیست که این خانم راجبش میخواد صحبت بکنه. به همین علت خواهش میکنم کسانی که ناراحت میشن تصویرهای خشن و زشت و نامناسب رو ببینند و همینطور حتما هم بچه ها رو از تلویزیون دور نگه دارید و دلتونه بدید به این برنامه، ببینید که ما میتونیم اصلا در قرن 21 زمانی که دنیا یک دهکده هستش و بهش میگیم دهکده جهانی، زمانی که به کرات دیگه رفتیم، زمانی که گالکسی های مختلف رو در جهان عکسش میاریم تماشا میکنیم، زمانی که میدونیم عمر زمین چقدره، چه شکلی زمین به وجود اومد، گوشت و پوست و استخون ما از کجا به وجود اومده، چطوری اینجا نشستیم، چرا فکر میکنیم، چرا غذا میخوریم، چرا کتاب میخونیم و چرا حرکت میکنیم، تمام این چراها رو کشف کردیم. هنوز با عقاید ما قبل تاریخ داریم زندگی میکنیم و فجایعی رو که فیلمش رو خواهید دید انجام میشه. به همین دلیل ازتون خواهش میکنم که این درخواست من رو انجام بدید و بعد برمیگردیم در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. در خدمت نادیا شهرام هستم، وکیل دعاوی و کسی که کتاب مریج نستریت کورنرز آف تهران رو نوشته. او شدیداً به این مسائل علاقه‌منده و پیگیری میکنه در حالی که هیچ سودی هم براش نداره. حالا بعداً واردش میشیم و میدونید چرا. نادیا شهرام در کار ساختن یک فیلم مستند از اتفاقی که در خاورمیانه مخصوصاً و کشورهای آفریقایی میفته بیشتر در مورد قصاص یا کشتن به خاطر غیرت و این نوع مسائل، در قسمتی از فیلم ایشون رو که من براتون انتخاب کردم که نشون بدم میبینید که ایشون به زبان انگلیسی صحبت میکنه. اونهایی که زبان انگلیسی میدونن فبهت، اگرم ندونستید با تأمل بفرمایید. وقتی که اومدیم توی استودیو درست درباره همون ماجراها صحبت میکنیم. یادتون نره، ازتون خواهش کردم که بچه ها و کسانی که رقیق الغرب هستن رو از جلوی تلویزیون به کناری ببرید و انشالله تا الان برده باشید. به همین دلیل میریم که فیلم رو پخش کنیم. اما جان خواهش میکنم. میخوای که یعنی کنم من اگر من مسلمان بنده خدا این کن طلاق من رد و بسنیم که اگر که رد بودن کار دو بندره میزنم به سر دارم و خیلی میکنم میرم کار دو بند کم نیم برمیدش نه خود کاردم گاه وقتی من میزد جای کار دالا خوب شده نمی چگا جای منگالا جای فندق اینا هست و این چگا نمی چگا دیگه این وقتا جیلم مر بردم به تیشه مر بزن I'm not sure how much honor is there when you kill to defend your face. And the word honor is of a man, of an entire family, but mainly of a man. It's usually related and kept to
to the female, to mother, daughter, and wife, to give one sentence about definition of honor killing is when a female is killed because of perceived inappropriate behavior by that female within her own extended family. Amina Saeed, 18, Sarah, 17. They were killed by their father and their uncle for being westernized and having boyfriends. Those who commit honor killings not only overseas in among Muslim nations, but also here in United States, and in particular Buffalo, New York, the perpetrators are usually a man, usually the father or husband or brother, and also very close male cousins. And sadly to say that the number of times mother and siblings would also help in cleansing this dishonor to the family. One of the perpetrators of this honor killing crimes, honor murders, father of a young Iraqi woman in Arizona who had run over to death his daughter for not keeping up with the traditional and cultural tradition of his native country of Iraq, had defended his action by saying that American ways are not acceptable to him and his family. But the irony is that he moved from Iraq to United States because he wanted to raise his children here, and he wanted to get away from his own cultural and traditional biases. But still, he committed the crime of honor killings. Hello. Hi. Please state your name. Hello, Hassan al-Maliki. And your date of birth? November 1st, 1961. Mr. Alamaki, you have been charged with one count of aggravated assault. This defendant hopped two countries in an attempt to escape, and we believe that his family has given him assistance in his escape. By his own admission, this was an intentional act, and the reason was that his daughter had brought shame upon him and his family. And we can't be naive and ignore that there is a cultural aspect to this, and there may be people that would support him, including his family, but also others who share his beliefs. Shocking footages taken by cell phone of public stoning of 17 years old Dua Khalil Aswad for being suspected of having illicit relationship as a Kurdish Muslim with a Sunni boy. About 2,000 people gathered to watch and participate in her stoning. After her death, her body was dragged by a car around the village. She was buried with the remains of a dog, symbolizing her word. An autopsy confirmed she was still a virgin. A good question would be, why honor killing? If it is un-Islamic, why is it being practiced in Muslim countries? An answer to that question is not very easy. Tradition and religion, they are intertwined and they are entangled in such a way that it is very hard to distinguish and try to separate between culture, tradition, and religion. What it is
agreed upon by universally is that honor killings do not exist in the Quran, but somehow it has found its way in interpretation of Islamic laws. Behnaz Mahmoud, 19 years old, left the abusive arranged marriage and ran off with a man of her choice. Her father hired two men who raped her, strangled her, and left her body in a suitcase. Rand Abdul Qater was killed by her father for having relationship with British soldier when her mother testified in court. Husband killed the mother. Fahima Sahindel, 26 years old, shot by father. Samira Naziz, stabbed 18 times. Hina Salim, 21 years old, throat was cut by father for refusing arranged marriage. Ghazala Khan, shot by brother. Ruku Sana Naz, 19 years old, strangled by brother. Although the official numbers of honor killings worldwide is 5,000, but unofficially it is as high as 20,000 and more. Majority of honor killings, of course, they go unreported. Therefore, it is very hard to get an actual number. But countries, by their own estimate, according to UN collection of these estimates, it's about 5,000. Another heinous crime, which is equivalent to honor killings, and it is happening in countries such as Iran and Iraq and Afghanistan, and of course in modern day Iran it is happening, is a stoning of women for perceived adultery. And again, based on universally accepted Quranic verses, stoning is also un-Islamic, just like honor killings. It doesn't exist in the Quran, but it has been interpreted that it was practiced at some historical event during 6th-7th century. تبدأ جسدها بالارتعاش ويستمر الرجال بالرجم وبعد مدة قصيرة يحمد الجسد. Through a number of sessions that I sat through different court cases in family courts and criminal courts, I came to know that the laws as they have written down in Islamic books are not really being implemented in courts, but the interpretation of those laws is what is being practiced, which are all biased. Another extreme form of punishment for women, beside honor killings and stoning, is pouring of acid on female faces who have been accused of misappropriate behavior. There are number of victims who have, of course, luckily survived, but after looking at their photos before and after they were punished, you would know that they are now living life
of being condemned, they either covered and inside the houses. Question whether honor killing is Islamic, whether stoning is Islamic or not, whether throwing acid on women's faces who are refusing forced marriages is Islamic. The issue of domestic violence is an issue that Muslims community have been avoiding talking about it for some time. And many women have suffered silently in their bedrooms and their in homes, and they did not reach out for help because there's not enough help and support from the community. I do believe that having those women to suffer silently in their room is a crime that Islam stands against it. We have to be together in the Muslim community against domestic violence, especially men in the Muslim community. They should take a stand against the fellow men in the Muslim community who abuse their spouses and abuse their children. And the danger of domestic violence in the Muslim community that people use religion to justify, which we call it spiritual abuse, make a person very victimized twice. Being victimized by hurting them physically and being victimized by telling them Islam endorses. No religion on the face of the earth that claim that it's a religion of God should ever teach or promote abuse in the home. We as a mainstream Muslim here in United States, we should all condemn honor killings publicly, and at the same time we should try to change this misconception about honor killings and stoning to be Islamic by changing those books, those writings that does talk about honor killings as being acceptable within Muslim community. آیا بله ببخشید نمیدونم چی بگم در طول فیلم میکروفونم خاموش کرده بودم انقدر درگیر بودم که یادم رفت روشنش بکنم واقعا نمیدونم چی بگم اصلا نادیا تمام وجودم به هم ریخت البته خدمت تماشاگران عرض بکنم که این فیلم هنوز تموم نشده به همین دلیل شما قسمتایی که دیدید شاید ناقص بود بعضی از تصویرها درست نبودش به جا نیامده بود جملات کامل نمی اومد نمی رفت حتی اسم شخصیت‌ها گفته نمی شد مثلا آقای دکتر ماجد رئیس انجمن مسلمانان شمال شرقی آمریکا بودن که صحبت میکرد و میگفت این کارا هیچ ربطی به اسلام واقعی نداره که ایشون امامت مسجد منطقه‌شون هم دارن و تمام اینا کارهاییست که بعداً در روی فیلم وقتی فیلم کامل بشه و فیلم طولانی هم خواهد بود خانم نادیا شهرام انجام میدن ولی همین انقدری که من دیدم به قدری دلمو درد آورد بانو یعنی 2000 نفر وایستادن نگاه کردن که یک دختری رو دارن با لگد میزنن با سنگ میزنن که بکشن بعد جنازه‌شو با ماشین بکشن توی خیابونا و بعد ببرنش با جنازه یک سگ دفنش بکنن بله برای کسانی که این دینایل هستن و میگن این چیزا اتفاق نمیفته الان در قرن 21 چون من به چند تا از این کیسا توی کتابم اشاره کردم این فیلم‌ها حقیقیه اینا مال قرن 18 یا 19 نیست اینا مال قرن 21 اون اولین فوتیجی که نشون دادین اون مال سال 2007 یه دختر 12 ساله تمام چیزای فوتیجایی که اینجا نشون داده شد
اکثریت شمال 2007-2008 هستن. من نمیدونم چرا ما بیدار نمیشیم و نگاه به اطراف نمی کنیم. اطراف نباید خونی بغل دست باشه، میتونه تو کشور دیگه باشه و ببینیم که چقدر جنایت ها داره بر علیه دخترانمون، خواهرانمون، مادرانمون رخ میده. و من خیلی خیلی بیشتر متاثر شدم از اینکه توی یکی از فوتیجا شما زنم میدیدین، اون زن مادره و چطور مادر میتونه این کار رو انجام بده. من that's beyond me. من جونم رو برای بچه هام میدم و نمیگم پدران نمیدن، من مادر هستم، فقط از طرف مادران میتونم صحبت کنم، ولی مادر جونش رو برای بچه میده. چطور مادر میتونه این رفتار رو با تیکه از بدن خودش انجام بده و چطور ما به عنوان مادر فکر نمی کنیم اگه این برای بچه من رخ بده، برای بچه شما رخ بده، پس همه بچه های ما تو خطر هستن، حتما نباید اسم اون بچه من باشه. و من فکر میکنم همه مادرای دنیا باید قیام بکنن، قیام بلندشن و بگن این ما اینو قبول نمی کنیم. اسمشو هر چی میخواین بذارین، میتونین اسمشو یه اسم قشنگتر بذارین، میتونین اسمشو بذارین که این اصلا غیرت یعنی چی؟ غیرت یعنی چی؟ من نمیدونم غیرت یعنی چی. طوری که ترجمه شده به نظر میاد غیرت هر چیه که آقایون دوست ندارن. و تو تمام این کیسا متاسفانه بدبختانه من با کمال شرمندگی میگم که اینا حتی دوست پسرم نداشتن. یعنی وقتی که این بدن رو که بیرون آوردن و آزمایش کردن نشون دادن که اینا هنوز بکارتشون هست، یعنی دختر هستن. و اینقدر اون بکارت ارزش داره که دخترمون رو میکشیم به دست خودمون. اونم روی شایعه. حتی کسانی که الان توی دترو هستن توی ایران، اونه که برای سنگبار شدن یعنی یا شدن و یا توی انتظار هستن، اونو فقط بر طبق شایعه است. همونطور که شما گفتید این کجاش میتونه، چطور یه دین میتونه اینو پروموت بکنه؟ اون چه دینیه که میتونه اینو پروموت کنه؟ دیروز توی اخبار صدای آمریکا مقاله‌ای داشتم میخوندم که دادستان تبریز یا شهری که سکینه آشتیانی در اونجا در زندان هستش گفته بوده ما منتظر هستیم از تهران به ما خبر بدن و هنوز هم فکر میکنیم که سکینه آشتیانی رو سنگسار خواهیم کرد. اصلا وقتی آدم اینا رو میخونه یخ میزنه. یعنی فکر نمی کنیم تو قرن 21 هستیم، نه؟ فکر می کنیم تو قرن استون ایج هستیم، وقتی که تو کریستیانیتی و جودیزم تو قرن استون می کردن، سنگ بارون می کردن. در حال به قدری فاجعه سنگینه که من الان بیشتر هر دومونم احساساتی شدیم و نه نمیخوام که احساساتی صحبت بکنیم، میخوایم به مسائل به صورت واقعی و مستند بپردازیم و صحبت بکنیم. من تو دادگاه هم احساساتی میشم. احساسات من دلیل نمیشه که روی که حقیقت رو نگم. احساساتی میشم ولی همونطور حقیقت رو میگم، اونطوری که توی قانون و تو کتابا نوشته شده. درست میگی. حالا با اجازت تا شما یه قدری آب بخورید و منم همینطور میریم به آگهی های تجارتی و بعد برمیگردیم در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. عرض ادب مجددی دارم. در خدمت نادیا شهرام هستیم، نویسنده کتاب Marriage in on the street corners of تهران. فیلمی رو که ساخته قسمتایش رو ازش اجازه گرفتم که اگرچه ادیت کاملی نشده نشون بدم، که نشون دادم که دردآور بود و دیدیم. اینها رو خدمت اونایی که الان به تلویزیون رسیدن عرض میکنم. علت اینی که من از خانم نادیا شهرام خواهش کردم که در برنامه امروزمون شرکت بکنند، در جلسه قبل هم اعلام شده بود، این بودش که یکی از این کشدارهای غیرتی
در منطقه‌ای که ایشون هستن در شرق آمریکا انجام شده و ایشان به خاطر حساسیت خاصی که خودش نسبت به این داستان‌ها و این اتفاق‌ها و مخصوصاً زن‌ها داره، بدونی که هیچ وظیفه‌ای داشته باشه، بدونی که هیچ کمکی از کسی بگیره، از با هزینه خودش ماجرا رو دنبال می‌کنه. و ازش خواهش کرده بودم که این دادگاه‌ها و ماجراهایی رو که در شرق آمریکا اتفاق می‌افته برامون بگه. تا به حال دو بار این دادگاه‌ها تأخیر پیدا کرده، ولی امید هستش که در اوایل ژانویه حتما انجام بشه. ولی داستان‌های بسیاری رو برای من هر وقت صحبت می‌کردیم گفت از اتفاقاتی که اونجا می‌افته، که دلم می‌خواد تمام اونها رو برای شما هم در میون بگذاریم. نادیا جان، ماجرای شرق آمریکا، پدری در این، تو این فیلم بودش که عکسش، عکسش با خانومش بود، خانومش لباس قرمز پوشیده بود اوایل تیپ. خب تعریف بکن ماجراش چی بوده. تقریبا یک سال و نیم قبل در فبروری این آقا صاحب تنها تیوی استیشن توی آمریکا بودن و هستند که به زبان انگلیسی راجع به همه صحبت‌هاشون، همه برنامه‌هاشون راجع به اسلام بود. یعنی از کشورهای اسلامی نشون می‌دادن و به زبان انگلیسی بود و توی آمریکا اون تنها چانالی هست به زبان انگلیسی. روی آنتن یا روی ماهواره است یا کیبل؟ یکی از کیبل استیشن‌هاش بود. پریمیوم کیبل. بعد این آقا اصلش مال پاکستان هست. این آقا وایس پرزیدنت یکی از بانک‌های مشهور اون مال امنتی بانک بودن. پس آدم سرشناس و بله، فوق لیسانس داشتن، ام بی ای بودن و خانمشون هم ام بی ای گرفته بودن. و خانمشون هم یکی از شخصای خیلی فعال توی استیشن بودن. رابطه من با این بریجز تی وی، اسم اون چانال بود، این بود که سومین جمعه هر ماه اونجا ما برنامه داشتیم، برنامه تلویزیونی که بین وکلا بود و وکلای مسلمان و وکلای غیر مسلمان، که ما راجع به قانون صحبت می‌کردیم، طوری که اثر می‌ذاره روی مسلمانایی که میان و مهاجرت می‌کنن و وارد آمریکا میشن. یعنی قوانین آمریکا رو به برای مسلمانان توجیه می‌کردید که چه چیز هستش و چگونه باید خودشون رو وفق بدن. بله، و خیلی وقتا هم کیسای زنده داشتیم. یعنی که راجع به آدمای واقعی صحبت می‌کردیم. و این رابطه بود که من با اون استیشن داشتم. بعد یک سال و نیم قبل توی ماه فبروری این آقا میره توی استیشن و توی ویکند تعطیلی بوده، میره توی استیشن و سر خانومشو میبره. و این که میگم سر خانومشو میبره، بله، سر زنشو میبره توی ایستگاه تلویزیون. توی ایستگاه تلویزیون چهار تا بچه هاشون توی ماشین بودن بیرون استیشن، منتظر بودن که مادر بیاد بیرون. یعنی مادر رفته بوده تو استیشن که یه مقداری کارهایی انجام بده و پدر میدونسته که مادر گوینده اونجاست. بوده و کارهایی، بله، مادر گوینده نبود ولی بیشتر مثل پرودیوسر و کارگردان بود. و اکچولی یکی از فورسایی بود پشت این تیوی استیشن که خودش جابشو کویت کرد، شوهرش جابشو کویت کرد، که اینا میخواستن عقیده مردم آمریکا رو راجع به مسلمونا عوض کنن، که یعنی مسلمونا اینطوری که شما فکر میکنین نیستن، استریوتایپ رو میخواستن که عوض بکنن. صحیح. با همچین برنامه های. و اون خانم که حالا کشته شده، آسیه، این دو هفته پیش تقاضای طلاق کرده بوده و دو سه روز قبلم ریسترینگ اوردر بر ضد آقا از دادگاه گرفته بوده. یعنی طلاق میخواسته بده و میخواسته که آقا نزدیک خودش و بچه هاش نیان. این چهار تا بچه که توی ماشین منتظر بودن، دو تا بچه های کوچولو 5 و 6 ساله بچه از این خانم بوده، دو تا بچه های بزرگتر از خانم دوم بوده که اون خانم دوم هم مسلمان بوده. و آقا میره توی پلیس استیشن، یعنی که واک میکنه تو پلیس استیشن و میگه که من زنمو کشتم، برین جسدشو پیدا کنین. و همینطور، یعنی قضیه همینطور رخ داد که این آقا خودش رفته و گفته. و بعدن که
چاقو که باش سر بریده بود پیدا کردن، چاقو خیلی کوچولوی مال هانتینگ بوده و این آقا خیلی بزرگه، آقا یعنی من وقتی دیدم یعنی من باید بالا نگاه کنم، آقا به من پایین نگاه میکنه و خانومش خیلی پتیت بود، خانومش خیلی کوچولو بود. حالا چرا من اینو منشن میکنم؟ به خاطر اینکه خب الان یک سال و نیمه که این آقا تو زندانه و خب خیلی گفتن که شاید آنر کیلینگ بوده، همون قتل برای غیرت، برای غیرت. و خب خیلی هم میگن که مخصوصا آمریکایی میگن که این دوماستیک وایلنس بوده، به خاطر اینکه خب آنر کیلینگ اگزیست نداره توی کالچر آمریکایی. و البته مسلمان ها مخصوصا رهبران مسلمان اون قسمت خیلی آفندت شدن که چرا گفتن آنرز کیلینگ، به خاطر اینکه سر بریده شده، به خاطر اینکه توی اون ایری کاونتی تا به حال بین اون دوماستیک وایلنس هایی که رخ داده در از چند سال اخیر سه تا زن همین، نه اگزکتلی اینطوری ولی شبیه اینطوری، شوهراشون سرشون رو بریدن. ولی طبق کشتن این فرق داشته با اون کشته های دیگه، سر کاملا جدا شده و سر رو از تن جدا کرده. و وقتی که شما به پترن مردای مسلمان که تا به حال کشتن و همینطور هم ادامه داره، سر بریدن زن یا بریدن دخترشون یعنی که مغز رو از بدن جدا میکنن، یعنی که فکر رو از بدن جدا میکنن و سر رو کامل جدا میکنن، یعنی اون فکر رو نمیخوان، اون سر رو نمیخوان. این صحبت هاییه که تحقیقات روش شده و توی جامعه پزشکان و سایکولوژیست ها و سایکیاتریست ها راجع به این صحبت میشه. حالا بگم چرا گفتم که این آقا خیلی بزرگ قد و بالاش و خانم کوچوله. این آقا بعد از اینکه 4-5 تا وکیل رو اخراج کرده و آخرین وکیلش هم کویت کرده، در حال حاضر وکیل نداره به خاطر رفتاری که شروع کرده. این آقا دفنسش اینه که اون ابیوز شده بوده از دست خانومش. و اگه شما این کیس شبیه اینو توی آمریکا قبلا شنیده بودین یا دنبال کرده بودین، میدونین که وایف باترز سیندروم یه دفنسیه که برای خانوم ها این اصلی ساخته شد چندین سال قبل. این خیلی استبلش شده توی دادگاه که بعضی وقتا اون خانومایی که ابیوز شدن طبق سالیان خیلی زیاد و اینا یک دفعه اسنپ میکنن و شوهرشون رو میکشن. اینا قصه نیست، اینا چیزایی که پروون رکورد هست که این از اثر روانی ابیوز روی این خانوما. این آقا داره یعنی ادعا کرده، کلمش اینه که زنشو کشته به خاطر اینکه ابیوز شده بوده. بله، زنش ابیوز میزده اینو مثلا، بله. یا مثلا ظلم بهش انجام رفتارش. البته بله، آقا نمیگه که فیزیکال ابیوزش بد بوده، میگه سایکولوژیکال ابیوزش بد بوده. حالا این یک عالمه مدرک هست بر ضد این آقا که چطور کنترل میکرده این خانوم و حتی ایمیلای خانوم میخونده و از طرف خانومش این آقا جواب میداده. زن دوم این آقا هم ریسترینینگ اوردر بر ضد این آقا داشته، یعنی که اینا اگین اینا رفته بودن به جایی که زنا میرن برای کمک توی ایجنسی هایی که کمک میکنن وقتی دوماستیک وایلنس هست. و زن اول آقا آمریکایی بوده که از صحنه کاملا خارج شده، ولی زن دوم آقا شکایت کرده بوده که مسلمان بوده و زن سوم که الان کشته شده. و ترایل تقریبا یک ساله به تاخیر افتاده به خاطر همین که این آقا میگه که آمادگی نداریم چون وکیلا کویت کردن. و الان it's set for January 10 of 2011 و قاضی الان دیگه عصبانی شده و میگه که دیگه این ترایل باید دیگه شروع بشه. و این آدم خوش زده به دیوونگی که من دیوونم کرد زنم و من این کارا رو کردم. بله، این آقا رو شما اگه توی دادگاه دیده بودین چند روز پیش که من رفته بودم، با این قد بزرگی که داره پیرنش از یک طرف از شلوار بیرون اومده بود با موهای ژولیده و اونطور داره رفتار میکنه که دیوونه است.
و یک نامه نوشته به رئیس دادگاه، رئیس خودش، یعنی قاضی که داره خودش که میره زیر دست اون قاضی و شکایت کرده از کسانی که مثل نادیا شهرام که میرن عقیده میدن توی روزنامه و توی تلویزیون، توی اون قسمت، توی ایست کوست راجع به این کیس من. و همین که میگن دیوونه بازی در آورده چون میخواد این سانیتی دفنس داشته باشه. ببینم این اون تلویزیون هنوز کار میکنه یا از بین بسته است؟ نه، اون تلویزیون بسته است، ولی این آقا وقتی نامه مینویسه به تمام سران شهر زیر هنوز امضا میکنه CEO of Bridges TV. آدم دیوونه اون وقت نامه میتونه بنویسه از تو زندان؟ ولی دیوونه عاقله. در مورد آنر کیلینگ هایی که نشون دادیم، حتی در یه مورد گفتی که مادر کمک کرده به پدر و برادرها که دختر رو بکشن. چرا؟ چه شکلی میشه هم چیزی؟ Don't ask me. من That's beyond me. من I cannot imagine که مادر این کار رو بکنه. It is beyond me. و این یک کیس و دو کیس نیست. متاسفانه مادر، خواهر، سیبلینگا کمک میکنن در دستگیری اون دختری که فرار کرده. اون کیس آریزونایی که نشون دادن که پدری که از عراق اومده توی آمریکا که کالچر رو عوض بکنه چون از کالچر عراقی خسته شده بوده، دخترش رو زیر میکنه و دختر فرار میکنه. اون نمیدونسته دختر اونجاست. مادر و سیبلینگز گفته بودن به پدر که کجا بچه میتونه دختر رو پیدا بکنه. It's beyond me. اینا همش به خاطر فعالیت‌های بنیادگراییه، همونطوری که اون آقای امام مسجد منطقه آمریکایی سیاه‌پوست بود، دکتر ماجد، میگفت اینها هیچ ربطی به اسلام نداره، اینها فقط تفکرات یک سری انسان بنیادگراست که اومدن تفسیر کردن آیه های قرآن رو یا فرامین پیغمبران رو به دلخواه خودشون برای کاسبی خودشون. ولی میدونین مشکل چیه؟ در همین حالی که همه مسلمان ها اینو میگن، این شما از هیچ مسلمانی نخواهین شنید که این قتل ها اسلامیه، ولی هنوز ادامه داره. میگن این کالچره، میگن تردیشنه. Who cares what we call it؟ چه فرقی میکنه ما اسمش چی بگیم؟ مهم اینه که استاپش بکنیم. بچه های ما دارن کشته میشن، جوانای ما. دختر 16 ساله چی میفهمه که ما بخوایم سنگ بارونش بکنیم به خاطر اینکه با یه پسر بیرون رفته؟ It's beyond me. وقیح‌تر از همه، حتی من چی میخوام بگم؟ اصلا خنده داره. میخوام مسئله اسید پاشی رو عنوان بکنم، بعد میخوام یه چیزی بگم که اصلا خودم از خودم خجالت میکشم. اسید پاشی وحشتناک بود. بله، این در کشورهای مثل افغانستان خیلی رخ میده. هرات یه بیمارستان هست در هرات که مخصوص این ویکتیماست، و وقتی که این خانوما وارد میشن که همشون خانوم ها هستن، بیشترشون اینا رو وادار میکنن که خودشون بریزن روی خودشون. یعنی هم آتش سوزی هست هم اسید هست. اینجا من توی این نفهمیدم، تعریف بکنم. یعنی انقدر دومستیک وایلنس انقدر زیاده، انقدر پرشر روی زن میذارن. آها. و میگن تو اگه که میخوای خودتو از اگه میخوای خودتو از بین ببری، ما امینیشن بهت میدیم. یعنی که بهش میدن. بله، و بیشتر قربانیای این، مخصوصا قربانیای خود سوختن. بله. که وارد بیمارستان میشن، چه اسید سوختن چه خود سوختن با شعله کشیدن وارد بیمارستان میشن، بیشترشون خودشون انجام دادن به خاطر اینکه راه دیگه ندارن. یعنی میگن، حالا چه خانواده شوهر هست و چه خود شوهر هست، میگن راهت فقط همینه. و خیلی از اون خانومه این کارو میکنن، فکر میکنن میمیرن، نمیدونن که دردناک
اینفکشن میگیره سراسر بدنشون و خیلی به طور دردناک زندگی میکنن تا یه مدتی شاید بمیرن اگه خوشبخت هستن شاید. در حقیقت اون کسی که خودسوزی میکنه میخواد خودکشی بکنه که به این صورت دستش میده. من اصلا نمیدونم چی بگم. چه موارد دیگه ای بودش؟ مثلا شما در آمریکا خیلی نشون دادید که یه کسی رو در خیابون تیر میزدن، اون چی بود؟ بله، کیس ما توی تورنتو خیلی داریم، توی کانادا خیلی داریم، توی هرنیه تا که توی نزدیک راچستر هست داشتیم، تو اسکاتسویل داشتیم، توی اورچر پارک داشتیم، تو آریزونا داشتیم، تو اوهایو داشتیم. خیلی از پدرها، خانواده ها کسی رو استخدام میکنن که بره دختر رو پیدا بکنه. توی یکی از کیس هایی که نشون داده شد دختر حامله بوده از شوهر جدید، یعنی که مردی رو که نمیخواسته زنش بشه که فورس مریج بوده، تردیشن مریج بوده، ترک کرده، رفته ازدواج کرده، حامله بوده، ولی بازم خانواده پیداش کردن و اونو کشتن، هم خودشو کشتن و هم شوهرشو کشتن. و یک کیس دیگه بود که پدر دو نفر رو استخدام میکنه که دخترش رو ریپ بکنه و بعد بکشن و بذارن توی چمدون. اینا کیسایه که حقیقت داره، اینا کیسای خیالی نیست. نه، مریض روانیه دیگه. مخواه مریض روانی یعنی چی دیگه؟ یعنی همین دیگه. I don't know what to call it. من فکر میکنم جنون کمه. جنون، این اسم جنون براش کمه، باید یه اسم دیگه براش ساخته بشه، به خاطر اینکه این پدر و مادر، خانواده دارن این کارا رو انجام میدن. اگه شما عقیده نداشته باشین به عنوان پدر و به عنوان خانواده که اگه دخترتون لباس کوتاه پوشیده، لباس وسترن پوشیده، دانشگاه رفته، با پسر تو تلفن، اگه شما این عقیده رو نداشته باشین، این کم کم تموم میشه. ولی وقتی که شما دارین این بلا رو سر بچه خودتون میارین، ما چطور میتونیم بشینیم بگیم این کشورهای دیگه رخ میده، به ما ربطی نداره؟ We are following it. تو در این ماجرا نه کاسبی میکنی، نه بهره‌گیری میکنی، نه هیچی. یه افتخاری هم نیستش که بگی دنبال یه افتخاری میری، مثل مدال ورزشی بگیری یا چی. ولی صمیمانه میبینم و دیدم در این یک سالی که همدیگر رو میشناسیم، تو چگونه وقتتو میگذاری و انرژیتو میذاری، سرمایتو میذاری، دنبال این کار میری. چرا؟ من فکر میکنم راه دیگه ندارم، حالا که میدونم. Now I know about the tragedy. If I don't talk about it, I think I feel worse. من فکر میکنم در طول زندگی من شاید یه تغییر کوچیکی بشه در این قانون و قوانین و تردیشن و کالچر. حتی اگه سر سوزن باشه من خوشحال خواهم شد. من کار میکنم، وکیل هستم، ولی این کارا رو به خاطر نیروی پوزتیوی که تو داخلم دارم انجام میدم. I feel not that I know about it. I have to talk about it. زن با شهامتی هستی. بعضی‌ها میگن احمق هستم، ولی من احساس احمقی نمیکنم. احساس میکنم که وظیفه‌مو دارم انجام میدم. بله. و وقتی خانم‌ها 60-70 ساله به من زنگ میزنن از جاهای مختلف دنیا و میگن مرسی که اینو نوشتی، اون برای من خیلی ارزش داره، اون منو قوی تر میکنه. وقتی آقایی مثل همین آقاهایی که برای آنر کلینگ یا دومستیک وایلنس توی زندان هستن که شاید حتی تا آخر عمر تو زندان بمونن، وقتی که توی پیغام تهدید آمیز میفرسن که تو دهنتو به من راجع به این چیزا صحبت نکن، اون منو خوشحال میکنه. به تو پیمان تهدید آمیز هم فرستادن؟ بله، ولی اون منو خوشحال میکنه به خاطر اینکه I know I'm doing something right. اگه من آفند بکنم کسی رو که قتل کرده، it means I'm doing something right. نادیا، یعنی کسی که الان در زندانه، مگه مافیاست چنین قدرتی داشته باشه که تو رو تهدیدت بکنه؟ شما حتما نباید مافیا باشین که بتونین تهدید بکنین. خیلی راه های دیگه میشه زن رو تهدید کرد.
به جز اینکه توی مافیا باشین. خیلی راههای دیگه هست. زندانی میتونه وکیلش رو تهدید بکنه با پیغام فرستادن از خارج از زندان. حتما نباید خودش کاری انجام بده. ولی من ترجیح میدم حالا دیگه راجع به این تهدید صحبت نکنیم. بنویسه صحبت رو عوض کنیم. اصلا دلم میخواد صحبت عوض بکنیم. مرسی. میخوای در بخش دیگه برنامه‌مون تلفن باز بکنم ببینیم تماشاگرای ما چی میگن بهت؟ شما مجری شو هستین، اگه شما میخواین من حاضر هستم. من این رسمم نبوده و هیچ وقت تلفن نمیگیرم، ولی اما جان شماره تلفنمون رو بزن. من دلم میخواد ببینم نظر بانوان و مردهای ایرانی بعد از دیدن این ماجراها و این فیلمها و صحبتهایی رو که این بانو کردن نظرشون چی هستش و نظر خودشون رو برای ما بگن. خیلی ممنون میشم. میتونه نظرشون موافق یا مخالف باشه، ولی خواهش میکنم که خونسرد باشن وقتی صحبت میکنن. این شماره تلفن ها رو اماد گذاشتش. ولی قبل از اینکه بریم با آگهی ها، من دلم میخواد که شما یه قصه کوچیکی از کتاب Marriage on the Street Corners of Tehran گفتید که داشتید در مورد تیمم بود. اون رو میخوام واسم بگی. بله. من فکر میکنم که تماشاچی های عزیز شما بدونن معنی تیمم چیه. بله میدونم. بله. و یکی از کیس هایی که برای من تعریف کردن این هست که وقتی که یه آقایی که مذهبی باشه و روحانی و زن صیغه‌ای داشته باشه، بعد از این که رابطه جنسی داشتن میره حموم بکنه و میبینه آب نیست. بله. و این آقا خیلی خیلی عصبانی و دیوونه میشه که آب نیست و الان میخواد بره مسجد نماز بخونه، نمیتونن بدنشون رو تمیز بکنن چون طبق دین باید بدن از بالا تا پایین تمیز شده. بله. باشه. و این خانم صیغه‌ای میگه خب تیمم بکن. آها. یعنی به فکر تیمم میاد به فکرش و آقا عصبانی میشه، میگه نه نه اون قبول نیست، به خاطری که ما توی وسط دشت یا وسط کویر نیستیم که من بخوام تیمم کنم و اینجا من باید شاور کامل بکنم. و خانم که صیغه بوده میگه ما الان با هم همخوابی کرده بودیم، تو فکرش میگه و میگه تو زن داری، تو با من میتونی همخوابی بکنی و حالا میگه چون آب نیست که من دست و صورتم رو بشورم من کثیف هستم. یعنی این یعنی کثافت فقط چیز فیزیکیه، منتالی مغز و روحیه نیستش. بله. و بعد خانم فکر میکنه که حالا که اینقدر مهمه برای این آقا که آب روی بدنش بریزه، خانم برای آقا چادر میپوشونه و آقا رو میبره به یک حمام خصوصی و آقا میره تو و حموم میکنه و وقتی که بیرون میاد عمامش رو روی سرش میذاره. ولی این خانم صیغه‌ای میگه اون چیزی که تو فکر ارزشش بیشتره چون خدا از این فکر اطلاع داره. و همونطور که شما گفتین این ظاهری گفتین، چی گفتین؟ بله، رفتار بله. ظاهری یا تمیزی ظاهری. باشه، داستان قشنگی بودشون. با اجازت میریم به آگهی ها و بعد برمیگردیم تلفن برات میگیم. اوکی. عرض ادب مجددی دارم و در خدمت نادیا شهرام هستم، نویسنده ی کتاب Marriage in the Street Corners of Tehran که اون رو میتونید از Barnes & Noble و همینطور Amazon.com تا ابتدا بفرمایید. کتاب فروشی های وستوود هم اون رو دارند. قبلا باشون صحبت که میکردیم راجع مسائلی صحبت شد که من اصلا دیگه واقعا حال سوالی مطرح کردن ندارم و خواهش کردم ازشون که اگر اجازه بدن شماره تلفن بدیم، به خلاف رهبری برنامه من دوستان به روی خط بیایند و در تایید و یا اگر نظری دارند ابراز بکنن. ولی خواهش میکنم زیاد نظرهاتون طولانی نباشه که ما بتونیم فرصت رو به چندین نفر بدیم و اگر سوالی مطرح بودش خانم نادیا شهرام جواب میگن. اما نادیا شهرام در این کتاب Marriage in the Street Corners of Tehran هر جا که قهرمان اصلی داستان میخواد خودش رو تخلیه بکنه و راحت بشه شعری رو انتخاب کرده و یک شعری رو آورده. او اشعار رو از شاعرای معاصر ایران یا شعرهایی که خود ایشون نوشته بودن میگه. به همین علت
الان برای موضوعی که صحبت می‌کردیم زنان غیور و صبور ایرانی یک شعری رو از پروین اعتصامی انتخاب کرد که من ازش رو خواهش می‌کنم برای ما دکلمه بکنن و بعد بریم به تلفن‌ها. خواهش می‌کنم. این شعر رو پدر من انتخاب کردن برای من و من این شعر رو تقدیم می‌کنم به همه خانم‌های قوی ایرانی، شجاع ایرانی مثل مادر خودم و بقیه خانم‌های ایرانی. که من پروین فروغ شهر ایرانم، نه پوراندخت، نه آذردخت، نه آتوسا، نه پانته آه، بلکه آرتمیس سپهسالار ایران در نبرد پارس و یونانم. مرا گر در مقام همسری بینی، نه یک همخواب و همبستر، که یک همراه و یک یار وفادارم. نه یک برده مکن این گونه پندارم، که جوشت خون آزادی به شریانم. بدون زن کجا می داشت تاریخ تو؟ آرش با کمانش، کاوه آهنگر با پتک و سندانش. بدون زن کجا می داشتی آن شاعر توسی، نگهبان زبان پارسی، استاد فردوسی؟ مرا گر در مقام مادری بینی، مگو با من که هست فرشی از بهشت زیر پایم. نگاه هم کن که زیر پای من دنیا به جریان است، ز نور عشق من رخشنده کیهان است، که با دستان من گردون به جریان است، که جای پای من بر چهره سرخ و سپید و سبز ایران است. برو ای مرد، برو ای مرد، دیگر مبر آسان به لب نامم، که من آزاد زن فرزند ایرانم. بارکلا. من فقط میخوام به شما به این غزل که خوندید یه چیز اضافه بکنم و اون اینه که شما این غزل رو انتخاب نکردید که مرد ستیزی باشه، بلکه مرد دیوان ستیزی بودش، به دیوانگان شعار میداد نه مرد ستیزی. نمیدونم متوجه نشدید من چی مرد گفتم. مرد ستیزی یعنی چی؟ یعنی کسانی که مخالفت، زنانی که مخالف مرد هستند. نه خیر، من عاشق آقایون هستم. یکی از چیزایی که میگن اینجا که زن و پایین بیارن، میگن تو فمینست هستی، بله. یعنی ضد مرد هستی. من عاشق آقایون هستم. خب ملزم میفهمید که تمام خطها داره میزنه و من یکی یکی به ترتیب میگیرم ببینیم که شش خط داریم و همه مشغولن. نفر اول به گوش هستم، بفرمایید. الو. الو سلام. خواهش میکنم. میتونم با خانم شهرام دارن گوش میکنن. بفرمایید آقا. سلام. ببخشید، من راجع به صحبتی که کردیم موافق هستم که مردان نباید این کارو بکنن، درسته. ولی آیا این سوال منه، این خانم هایی که خلاف کارهای شوهرشون و کار به یعنی دست به خیانت میزنن و مرد میبینه، یعنی من شخصا خودم دارم میگم، من دیدم خیانتو. بله. نه تنها من، بچه هام هم دیدم. ببینید خان ای قربون، اجازه بفرمایید مسئله رو خواهش میکنم. اجازه بفرمایید شما مسئله رو اگه بخوای خصوصی بکنید اجازه بفرمایید. خواهش میکنم، من قطعتون میکنم، ببخشید. نه مسئله رو خصوصی نفرمایید. اگر چنین مقوله ای هستش، من فکر میکنم دادگاه برای همینه. و بعدش هم اگر کسی رو دوستش دارید آزادش کنید، اگر کسی رو عاشقش هستید آزادش کنید بره زندگیشو بکنه، چرا میکشینش؟ ای بابا، ببخشید. بفرمایید نفر بعدی روی خط هستید. الو بفرمایید. تلویزیونتون قطع کنید.
نه خیر شما جواب نمیدید، من میرم به تلفن دیگه. الو بفرمایید. الو. خواهش میکنم خانم. درود بر شما آقای اخوان، خانم شهرام. خانم نادیا شهرام، بله. سلام به خانم نادیا عزیز. خانم نادیا عزیز، من پارپای شما گریه کردم برای که من خودم شاهد بسیاری از این مسائل بودم. من در کشور سوئد زندگی میکردم و در اونجا خیلی از این اتفاقا میافتاد. یعنی ما مثلا وقتی سال تحصیلی جدید که شروع میشد بسیاری از دخترها جاشون خالی بود. بعد چون من شغلم اینطوری بود که میرفتیم دنبالشون، بعد متاسفانه میدیدیم بر این تحصیلات در مادر این دخترهای 16-17 ساله رو برده بودن به کشورشون و اونجا همی کشتنشون برگردن. حضرت دولت سوئد خیلی پیگیری میکرد، خیلی زیاد، و این پدر مادرها رو یعنی تقریبا میتونم بگم پیگیریشون میکرد، مجازات میکرد. و همونطور که شما گفتید عجیب بود، اصلا این مادرها اصلا احساس ناراحتی نمیکردن. میگفت اصلا مادرام خودشون همدرد بودن، اون رو خب پسرم غیرت داره، هم که شما میگید غیرت داره، نه نمیتونه ببینه دخترش اینجوری آزاد در این کشور میگرده، چون در این کشور سازی کشوری که با آزادی متشکریم. خیلی معذرت میخوام، خواهش میکنم. خیلی دخترها وقتی دنیا میان همونجا اینا دیگه بله. دکتر باشنم. اجازه بفرمایید، من خیلی ممنون از لطفتون و اجازه بدید که به کسان دیگه هم وقت بدید. خداحافظ. مرسی. مرسی شیر کردین با ما قصه، این قصه رو. عرض خدمتتون که من یکی از چیزایی رو که چند وقت پیش کتابی میخوندم راجع به ختنه دختران بود در ایران و در منطقه جنوب ایران، در یه قسمت هایی بودش مخصوصا جزایر کیش و قشم و اون طرف ها، و عجیب بود که خانواده ها که خودشون این بلا سرشون اومده بوده ولی به خاطر سنت، بله بله، این گفتن که نه باید بشه، این کارو باید بشه و بله. کمک میکردن. بله. شما راجب فیمل جنیتال میوتیلیشن صحبت میکنید، بله. این صحبتی که الان این خانم عزیز کردن و وقتی که شما داشتین اون داکیومنتری شورت داکیومنتری نشون میدادین، آقای دکتر ماجد صحبت کردن، این اسپریچوال ابیوز، تردیشنال ابیوز، یعنی که ما فکر میکنیم این چیزیه که خدا میخواد و چون ما به عنوان مادر فکر میکنیم این چیزیه که خدا میخواد، فکر میکنیم با این کار ما خدا رو داریم خوشحال میکنیم. مقصوی مادره، پس مقصوی مادره دیگه. بریم به یه خط دیگه. الو بفهمید. بفهمید، خواهش میکنم. میخوام با نادیا. نادیا خانم دارد صدا شما رو میشنون، خواهش میکنم یک دقیقه وقت دارید صحبت بفرمید. سلام خانم، بفرمایید. بفرمایید خانم. سلام سلام عزیزم، بفرمایید خانم جون، بفرمایید. خب من قطع میکنم. ببینید قرار اینه که سریع تلفنی صحبت بفرمایید. شما با تلویزیون نمیتونید صحبت کنید، برای اینکه تلویزیون 30 ثانیه دیلی داره. یعنی اگر شما بخواید هر جمله‌ای رو بگید ما 30 ثانیه جوابتون رو بدیم، 30 ثانیه بعد جواب ما رو بدید که نمیشه. خواهش میکنم، من میرم به یه خط دیگه. به تمام خطها روشنه و من نمیخوام خط کسی حقش گرفته بشه. خط بعدی. الو بفرمایید. الو بابا سلام. خواهش میکنم یک دقیقه فرصت بدید. افرادی مثل اون آقا سوال بفرمایید که اگر پسر شما یا توی خونه و صحبت از یک نزدیکی با یک دختر داشته باشه، همون عکس العمل رو دارید که دخترتون بیا و صحبت از چنین نزدیکی رو بکنه؟ اگر مساوی بود احساستون و قضاوتتون، مرسی، خیلی ممنون. خانم شهرام برای شما بوسه فرستادن، اینقدر حرفتون قشنگ. الو بفرمید، خواهش میکنم. متشکرم. بفرمید آقای اخوان. سلام از شما. خواهش میکنم، بفرمید. خیلی متشکرم از این برنامه، بسیار خیلی ممنونم از لطفتون خانم دکتر، واقعا ممنونم. خواهش میکنم، مرسی که زنگ میزنید. بگم رحمت اون شیری که مادرت بهت داده. مرسی.
قربان شما، مرسی. فقط میتونم بگم آفرین بر اون پدری که همچین دختری رو پرورش داده. مرسی آقا، مرسی. قربونتون برم. عمر مسئله ای نیست. مرسی آقا. اجازه میفرمایید بریم به خط دیگه. چی بگم؟ همین، همین که فرمودید. من اگه تموم شده دیگه چیزی نگم. قربونتون برم. میتونم واقعا از این برنامه‌تون هزار تشکر کنم. متشکرم، مرسی. خواهش می‌کنم. میریم به خط بعدی. الو بفرمایید. الو بفرمایید. نادیا شهرام. بله به گوشم. بفرمایید. خانم نادیا شهرام، شبتون بخیر. مرسی خانم جون، بفرمایید. نمی‌خواید صحبت بفرمایید؟ می‌تونم الان صحبت کنم. بله، یک دقیقه فرصت داری صحبت بفرمایید. می‌خواستم واقعا سپاسگزار باشم از خانم نادیا شهرام که این موضوع بسیار مهمی که در اجتماع ایرانی و در همسایگان اطراف ما وجود داره رو مطرح میکنن و واقعا بدونن که بسیاری از زنان ایرانی و خانواده های ایرانی که به طرز جدیدی فکر میکنن پشتیبان ایشون هستن به هیچ وجه ناامید نشن. مرسی خانمجون. جناب اخوان، من میخواستم فقط به شما بگم که افکاری که در این جامعه وجود داره واقعا نمایانگر اعتقادات مذهبی یا سنتی اون جامعه هست و پیروان هر دین و روشی آینه ای هستن که روش فکری و اون مکتب فکری رو منعکس می کنن. من از شما که دستم در کار ارتباطات عمومی هستید خواهش می کنم که این گونه افکار رو محکوم کنید و ادامه بدید، مردان رو به داشتن افکار غلطشون آگاه کنید. شما خیلی ممنونم. خانم خانم نادیا شهرام، واقعا متشکرم که ادامه می دید. ما همچنان پشتیبانتون خواهیم. مرسی خانم، مرسی. کسانی که من رو میشناسن میدونن که من به باورمندی معتقد هستم و مذهب رو زیاد بهش ارزش ندارم. بله بفهمید، رو خط هستید. درود به شما آقای سارا بخوان. خواهیش. درود به خانم نادیا. سلام خانم. خواستم بگم که آقای اخوان باید بگیم که اینها همش علتش دینه و مخصوصا دین اسلام و شما گفتیم که هیچ ربطی نداره به دین اسلام. ببینید شما قبول نمی کنید که این دین اسلامه. بله اجازه بفهمید، اجازه بفهمید. بله بنده خدمتتون عرض کردم. اجازه بفهمید من صدا چون داره چیز میشه قطع کنم. ببینید بیشتر مسلمانان این اتفاقا درشون میفته، ولی من مسئله‌ای که اضافه بهش اشاره کردم اینه که فرامین دینی در هیچ دینی دستور قتل نمیده، دستور غارت نمیده، دستور تجاوز نمیده. بعدها که دین به صورت مذهب در اومد، مذهبیون سودپرست اومدن دین رو تفسیر کردن برای اینکه مسائل خودشون رو درش بشن. یه موقعی بود بله معتقداتی بودش که خدای آفتاب ما قربانی بدیم به آفتاب که برامون مثلا ابر و باران بیاره، اونا تهجر بودش. ولی خانم من قربونتون برم، میدونی ما در چه قرنی داریم زندگی میکنیم؟ میدونید همه میدونیم که اصلا از کجا اومدیم؟ همه چیزو میدونن؟ در این 10 سال گذشته ببینید علم چه ترقی کرده؟ آیا مذهب هم اینقدر ترقی کرده؟ آیا شعور بشر در قالب مذهب هم اینقدر ترقی کرده؟ من اون رو میگم، من هیچ وقت همچین حرفی نزدم. میرم به خط دیگه. الان روی خط هستید، بفرمایید. یک دقیقه وقت دارید صحبت بفرمایید. الو سلام آقای، سلام آقا، شبتون بخیر. خدمت خانم نادیا شهرام، واقعا باعث افتخار ماست که یک خانم خوشگل جوون از بچگی خواهش گذار شده، واقعا باعث افتخار ماست. ازتون یه خواهش دارم، میتونم خواهش کنم حتی اصلا هفته یک بار این خانم رو دعوت کنه؟ واقعا لذت میبرم. چشم که به این که از بچگی خواهش گذار شده درد جامعه رو میفهمه. بله. واقعا باعث افتخار. مرسی، مرسی، خیلی ممنون. خدمتتون عرض بکنم که میخواین الان راجع به جاب آفر با هم صحبت بکنیم، ببینم چطور میتونین خرج رو بدین. من از جو هفته یه روز بیام اینجا، صبح بیام شب برگردم. خانم من پول برق خونم، ماهانه برق خونم هم نمیتونم بدم. حالا پول تایید شما رو بدم هفته دیگه. ارزون میگیریم، ارزون میگیریم.
میریم. شوخی های دیگه، من با نادیا اینقدر دوست شدم که از این شوخی هم با هم دیگه میکنیم. بریم به خط دیگر. خیلی حرف و قشنگی ها نه؟ اینا به من قوت میده، اینا انرژی میده. من برگردم کارمو بیشتر میکنم. خط بعدی انرژی میخوام بگیریم. یک دقیقه فرصت دارید. بفرمایید، یک دقیقه فرصت دارید. سن واخوان، سن ستایش از سرکار خانه نادیا، ستایش از همه شجاعت و کارهایی که انجام میده. میخواستم صدا بکنم توجه بیشتری و صحبتها صدا بکنید. من در جواب این آقای امام باید بگم که مگر حضرت علی به دستور پیغمبرش در یک روز 600 نفر سر زد و همون شب هم صوفیه دختر اون رئیس قدیده رو قربون جهان پدرش قربون شوهرش هم بخش شده بودن. ببینید من معذرت میخوام قدرتون کردم. ببینید یکی از علالی که من تلفن نمیگیرم همینه. شما دارید راجع به مقوله یک صحبت میکنید که اصلا مربوط به برنامه بنده امروز نیستش. یادتون باشه من اصلا نمیدونم شما از کجا اومدید، چه عقایدی دارید، چه هدفی دارید. تو تاریکی نشستید یک سری مسائلی رو دارید میگید که میخواید شر به پا بکنید. به مقدسات مردم که نباید اینجوری صحبت کرد. یه خط دیگه بگیرم خداحافظی بکنم. بله بله، یه خط دیگه میگیریم و خداحافظی میکنیم. نفر بعدی بفرمایید. خواهش میکنم. الو سلام. خواهش میکنم. با درود بر خانم نادیا و جناب آقای اخوان. خواهش میکنم. و با تشکر از برنامه بسیار بسیار جالبتون. واقعا لذت بردیم. این واقعیت ها رو که شما فرمودید واقعا در جامعه ما وجود داره. سالیان سال من اونجا با تمام وجودم احساس کردم، با تمام این خانم هایی که میگید برخورد داشتم و خیلی دوست دارم اگر باشه با ایمیل خانم شهرام در ارتباط باشم و بتونم. ما ایمیلشون رو قبلا روی برنامه گذاشتیم و الان هم دیگه چون وقت برنامه تموم هستش اجازه بفرمایید که برنامه رو بازپخشش رو تماشا کردید، ایمیلشون رو میگیرید. در حال به خدمتتون میتونیم عرض بکنیم. اتورنیز اترنی نادیا @gmail.com یا اگه شما داخل کامپیوتر اسم منو سرچ بکنین نادیا شهرام، اطلاعات تماس گرفتن با من میاد به دستتون. و مرسی از کامنتتون. مرسی، خیلی متشکرم. ممنون ازتون. قربان شما. خب نادیا جان، تمام خطا همینطور که میبینی داره میزنه ولی فرصت نیست. و من اصلا دوست ندارم که تلفن بگیرم، برای اینکه معمولا تلفن ها خیلی نظرگاه ها شخصی میشه و بعد نمیان در قالب برنامه صحبت بکنن. یک لغت برنامه یا یک کلمه یا یک جمله ای تریکشون میکنه. باورهای مختلف دارن، فکر کنم به باورهاشون توهین شده یا تایید شدن یا نشدن. اصلا این تصوراتی که میشه و حرفایی که زده میشه مسیر برنامه رو عوض میکنه. به همین دلیل من هیچ وقت در برنامه هم تلفن نمیگم، اما گاهی وقتا یک همچین کاری میکنم و برنامه‌ای مثل این رو میگیرم که 70 خط تلفن ما داریم در تلویزیون و همش برای استودیو هستش روشنه. اگه اجازه بدین نمیدونم وقت هست، من یکم حتما هرچی دلت میخواد بگید، هر چقدر شما وقت میخوای میاد میدم. من دینشناس نیستم و ادعای دینشناسی هم ندارم. من میگم این پرکتیس کشتن یا سوزوندن یا اسید پاشیدن یا تجاوز به حق زن کردن الان خیلی داره اتفاق میفته بین مسلمان ها. حالا ریشش مسلمانی هست یا نه من داخل اون نمیشم، ولی ما حالا که میدونیم، حالا اسمش هرچی میخواد باشه، ما باید همه سعی بکنیم که بتونیم اینو از ریشه بیرون بیاریم. و ما طوری میتونیم اینو از بین ببریم، از ریشه بیرون ببریم، اینه که همه قوی وایسیم و بگیم ما این پرکتیس رو قبول نداریم. اسمش هرچی میخواد باشه. حتی اگر کار خلاف قانونی انجام شده مسائل قانونی باید حل کرد و باید به مسائل جور دیگه ای نگاه کرد، نه اینکه خود آدم عاملی بشه برای قصاص کردن، برای انتقام جویی یا نمیدونم اصلا من چی بگم. کیس ها خیلی داریم، کیس خیلی میتونیم بشیم صحبت بکنیم. میدونم ولی دیگه با اجازت چون فرصتی نداریم. مرسی
خواهش میکنم. خیلی ازت ممنون. مرسی از شما. خواهش میکنم. شما پخش میکنین به سراسر دنیا. این برنامه مال همین چیزاست. خانم ها آقایان، افتخاری بود که در خدمت نادیا شهرام بودم و همینطور شما، و متشکرم از کسانی که روی خط های تلفن اومدید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.